سلام چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم خیلی خوش اومدیم به یه جلسه جدید از پکیج آنریل انجین پنج بریم سراغ آموزش و امیدوارم که این جلسه براتون مفید باشه و ازش استفاده بکنید قبلش حتما بچه ها این ویدیو رو لایک بکنید چند رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغل سابسکرایب هم حتما حتما فعال بکنید که هر موقع ویدیو جدید براتون اومد یه نوتیفیکیشن بیاد که در واقع خیلی سریع بتونید بیاد و اون ویدیو رو نگاه بکنید برو بریم خب بچه ها این جلسه قرار در مورد متریال و یه کلیتی هم متریال قرار در واقع با صحبت بکنیم و نرفسار کویکسل بریچ رو قرار با هم میگه کار بکنین و ببینیم مثلا چجوری میشه باهاش در واقع ازش دانلود کرد متریال و باهاش در واقع کار کرد و این جلسه خیلی مهمه چون کم کم دیگه میخوایم وارد محفظه متریال بشیم بچه قبل از اینکه بهتون بگم که در واقع خود کویکسل بریج از کجا دانلود بکنید در واقع از کجا در واقع کجای آنریل در واقع, واقع؟, 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 واقع بیارید من روی این صحنه میخوام الان متریال بدم حالا بعضی از جاهاش فقط میخوام متریال بدم و با, با یه کلیت هم متریال مثلا جوری اسکیلش رو واقع بدیم روتیت. روتیتش بکنیم نمیدونم همچین کارایی میخوایم یه کلیت متریال رو در واقع بیایم اینجا و بشناسیم من بچا این صحنه رو خب من روی این صحنه واقع کار کنم صحنه که توی در واقع نورپردازی اولمون رو که اینجا توی کانال تلگرام گذاشتم که جلسه 15 همه که آموزش رو کامل هستش نور پردازی این صحنه نگاه بکنید و فایل 3D Max رو گوشم که میتونید در واقع دانلود بکنید نور پردازی بکنید و کار بکنید حالا مهم نیست حتما حالا این صحنه باشه و روی این صحنه متریال بدید این صحنه رو به عنوانی سمپل که حالا همتون دارید میخوام در واقع روش حالا بعضی جاهاش متریال بدم و در واقع با هم دیگه کار بکنیم لینک کانال تلگرام داخل دیسکریپشن هستش و میتونید از اونجا در واقع عضو بشید و دانلود بکنید این صحنه رو و در واقع حتما آموزش هم نگاه بکنید جلسه 15 رو که کامل توضیح دادم نور پردازی رو بچه ها نرم افزار کویکسل بریج خب یه نرم افزاریه که در واقع که اینه که کلی متریال داخلش داره و متریال نمیدونم آبجکت خیلی چیزای خفنی داره یه جور آدم بینیاز نیاز میکنه از هر چیزی من میبندمش که اصلا به این چجوری میتونیم واردش بشیم قبلش حتما حتما وارد سایت آرنیل انجین بشین خب آمونایی که آرنیل رو کلا نسب کردن خب صد درصد تو این سایت ثبت نام کردن حتما حتما ثبت نام بکنید چون با این اکانت میخوایم وارد بشیم من یه بار وارد شدم از قبل اگر خب نشویم می وارد میتونید دوباره ساینین بکنید و اونجا در واقع ازش استفاده کنید حالا لازم نیست اینجا الان شما وارد بشید و فقط بیاید و اگه ثبت نام نکردید ثبت نام بکنید حالا با این کار نداریم من اینو ببرم این و نکته بعدی خود نرم افزار کویکسل بریج ها قبلا یه نرم جدا بود یعنی هنوزم هست ببینید این جوریه خب که حالا میتونید توی نرم مختلف ازش استفاده بکنید اما خود آنریل اومده اینجا یه گزینه اضافه کرده برای ما بنابراین کویکسل بریج حالا اگر برای شما اینجا نبودش بعد چیکار بکنیم که بیاد داخل در واقع آنریل انجینمون می بچه این قسمة. قسمت edit, قسمت ادیت قسمت پلاگینز خب اینو هم این بالا اینجا سرچ میکنید چی؟ بریج خب ما کنیم براتون اینجوری میاد این تیکش رو میزنید و حالا ریستارت میاد بعضی موقع بعضی ما بعض نمیاد و ریستارت میکنید حالا مثلا من ورژن 2023 که آخرین ورژن فکر میکنم که میاد و توی اینجا برای شما اضافه میشه اگر خب اینجا قسمت پلاگین نبود خب مثلا اینجا شما سرچ کردی که آقا بریج اینجا اگه نبودش میاید کجا میاید داخل نرم افزار اپی گیمز خب این افزار این هست اینجا میاد اینجا و اینجا این استار پلاگینز هستش اینو میزنید اینجا برای شما این استالش میاد میتونید تالا بزنید و این استالش بکنید و راحت میتونید در واقع این استار میشه داخل آنریل انجینتون و کامل میاد و اینکه اصلا قبل اینکه اصلا شما در واقع آنریل انجین در واقع نصب میکنید کویکسر هم خودش خود به خود نصب میشه اصلا نگران نباشید حالا من اینو گفتم که واسه بعضیا که اگر حالا این توی این قسمت نبود در واقع براشون بیاد و همه این کارا بچه حتما حتما باید وصل باشه پس بچا یادتون باشه حتما یه فیلتر خوب داشته باشید که راحت بتونید دانلود بکنید چون خود نرم هم که اصلا باز بکنید میخواد ببینیم باز میکنیم نرم رو و فیلشگر منم وصله دیگه خب برای ما اومد بالا کویکسل بریج میایم این قسمت ساینیم میکنیم ساینیم با چی میکنیم با خود در واقع حساب اپی گیمزمو میایم و اینو ساینیم میکنیم در واقع لاگین میکنیم بذاریم بیاد میایم این قسمت این گزینه اول رو میزنیم و حالا ایمیلمون رو وارد میکنیم من ایمیل اینجا وارد کردم و حالا اینجا حالا رمزمون هم وارد میکنیم و واردش میشیم که اینجا کامل برای ما ببین اینجا میچرخه و اینجا در واقع میاد می که آقا میگه ساینین شدید و تموم شد قسمت اصلا الان با اینجا کار نداریم من اینجا ببندم با میتونیم ببندیم یا میتونیم بازش کنیم این قسمت بچه ها در مورد همین ورژنی که داریده یا ورژن تو چند بیست سه 2 مثلا این قسمت چیه؟ میاد در واقع با این گزینه اصلا کار نمی‌کنه فقط این گزینه اول کار داریم میگه که آقا این متریال و این آبجکتای قرار از این نرم افزار دانلود بکنی قراره دا... کجا سیو بشه و من اینا رو کجای کامپیوتر تو سیو بکنم من میگم مثلا درایو دی سیو کن و یه دونه پوشه مثلا باز کردم به حالا مگا اسکن لایبرری که اونجا میتونه در واقع سیو بشه شما همه چی میتونی اینجا بدید معمولا بچا درایو سی ندی چون درایو سی تون پر میشه و اذیت میکنه و یه دونه اینجا آدرس میدید و براتون آدرس میاد حالا این آدرس بچه حتما نکنین بذ من براتون اینو بیارم نکن اینجا مثلا درایو دی اینجا مثلا یه چی درست میکنید و اینو بر میدارید اینجوری کپی میکنید خب میارید اینجا پیست میکنید اینجا می پیست میکنید کنترل وی میزنید و اینجا میاد حالا چون از این پوشه ها نداری که مثلا برای انتخاب بکنید فقط یه کپی پیست میکنید و اونجا براتون سیو میشه و اینجا رو سیوشو میزنید که سیو میشه براتون و اینجا یه دونه براتون در واقع قسمت دانلود میاد یه مگا اسکن میاد اینجوری و قسمت دانلود داره و قسمت بعدی هم در واقع اکانتتونه که حالا یه اکانت براتون باز میکنه که حالا هیچ چی در واقع اطلاعات اکانت میده و اینم ساپورتشه که در واقع ساپورت و اینم از اکانتتون میاد بیرون و این قسمت هم بچه ها میتونید کتگوریتون حالا در واقع الهاز سایز الهاز در واقع تیردی بودنش یا الهاز مثلا متریالی تکسچری بودنش میتونید در واقع قسمت بندی بکنید که راحت تر دانلود بکنید و راحت تر پیداش بکنید داخل خود این نرم افزار یه جور فیلتر کردنه فیلتر میکنید این فیلترش این قسمت, این قسمت بالا باشه این در واقع افزار بریج خیلی باحاله که خ... توی داخل خود آنریل اضافه شده چون راحت شما میتونید بردارید مثلا بذارید این گوشه مثلا خیلی راحت میتونید اینجا داشته باشید اینجا هم صفحه داشته باشید یا مثلا میتونید بذارید این پایین یا مثلا کلا میتونید مثلا بذارید این کنار ببینید ولی خب معمولا اینکار کوچیک نمیذارم من خودم معمولا میذارم این بالا یا اگه دو تا مانیتور دارید مثلا میندازم برمیدارم مثلا میندازم تو دو مانیتور دوم که حالا معمولا من خودم این بالا میندازم که راحت تر اینجوری دسترسی داشته باشم نکته که هستش بچا خود این نرم افزار خیلی چیزای باحالی داره مثلا همین قسمتش گو تو کالکشن وقتی که میزنید میره داخل کالکشن ها یعنی چی یعنی ما میگه که آقا یه سری کالکشن های خیلی خفن های من نشون بده بذارید من دوباره این کالکشن رو بزنم اینجا این کالکشن بزنید نکنید. <تص> چقدر متریال های باحال چقدر مدل های خفن برای شما داره کنین همه یه اینا رو برای شما داره الان شما مثلا داخل روی این بزنید چیزایی که در واقع تو این صحنه استفاده شده و چیزایی که مربوط به این صحنه است برای شما میاره و خیلی چیز باحالیه و خیلی میتونه کمکتون کنه مثلا بکنید این وقتی که اینو میزنید تمام متریال تمام آبجکت هایی که اونجا بود همه رو برای شما میاره و خیلی زیادن بچه واقعا زیادن و شما میتونید کامل ازشون استفاده بکنید مثلا یه همچین صحنه ای دارید مثلا متریال اینجا رو میخواید و یا متریال بیشتری ازش میخواید همه رو اینجا برای شما داره و من خودم خیلی از این استفاده میکنم و فوق العاده است مثلا خون هستش نمیدونم یه سری متریال های کنید خیلی اینا باحاله اینا واقعا ببینید اینها واقعا متریال خیلی جالبیه که برای ما اینجا اوورده مثلا یه سری مثلا صحنه های برفی هستش اینو نمیزنم بره که بزرگتر بشه و یه سری متریال های تخریبی هستش که مثلا تخریب شده و مثلا چمن پر از چمن بچه اینجا که شما میتونید اینو مثلا بگیرید داخل لند پخش کنید و ازش استفاده بکنید بذارید من میام پایین تر خیلی بچا کالکشن داره واقعا بی نیاز میکنه آدم ها از هر چیزی فکر کنید این واسه برفه تمام مثلا آسفالت برف مثلا روش واریده نمیدونم روش در واقع راه اون در لاستیک ماشین هست که روی برف هستش ببین رو جای رد پا و خیلی چیزهای دیگه حالا مثلا این تکسچراش اینجا حالا مثلا یه سری چیزا داره اینا نمور رندراشه ببینید روش میزنم اولا فکر میکنم بیاره <coughs> این رفرنس های واقعیشه از اینجا همشون رو ایده گرفتم که حالا این رندراش حالا بزرگ نمیشه حالا نمیدونم چرا خیلی چیزهای باری داره مثلا کنید برای این حالت کثیفی که رو ماشین هستش همه رو میتونید استفاده بکنید به عنوان در واقع یه متریال دیکال میتونید می ازش استفاده بکنید نکنید. مثلا فقط این قسمت حالا کثیفی رو میتونی بیاری داخل کار این قسمت توسی توسیش در واقع حالت پی که اصلا برای ما نمیاد و این قسمت میاد که داخل همه ی مدل ها میتونیم بندازیم و ازش استفاده بکنیم حالا ببینیم چه میشه اینو دانلود کرد مثلا به عنوان مثال من میرم داخل صحنه مثلا میخوام پارکت اینجا رو عوض کنم این پارکت بچه هم مشکلی که داشته اینکه تک تک بود یعنی دونه دونه بود خب مثلا یه پارکت میخوام میام این قسمت هوم میام اینجا سورفیس رو میزنم میام قسمت پایین وود اینجا پر از پارکت پارکت خارجی نمیدونم واسه حالا تراس میخواید نمیدونم واسه یه صحنه جنگلی دارید میخواید و صحنه داخلی هر چیزی که بخواید اینجا هستش بذار ببینم اینجا مثلا مثلا تو همین کاتگوری باشه همشون قشنگ ها قسمت بندی شده خیلی خوشگل بذار این باز بشه این مثلا خوبه بد نیست اینم خیلی باحال بود دیدم من چیز خیلی جالبیه اینم مثلا اینو می‌خوایم دانلود بکنیم این متریال رو دانلود بکنیم روی حالت مختلفش هم اینجا ما داریم بچه ها این قسمت رو اصلا دست نزنید کلا اصلا ول کنید اینجا رو با اینجا اصلا کار نداریم اینجا برای ما مهمه اینجا کیفیت های مختلف ها ما میده شما میتونید های کوالیتی بذارید یا از های کوالیتی هم حالا بیشتر میتونه باشه و در کیفیت تهشه ولی خب حجمش بالاست من معمولا اگر خیلی برام مهم باشه های کوالیتی استفاده میکنم یا اگر زیاد فقط میخوام که دانلود کنم داخل سهنم باشه میدیوم کوالیتی استفاده میکنم لو, کو لو کوالیتی اصلا استفاده نکنید. مثلا های کوالیتی نمیزنم و اینو میزنم و دانلود بشه این قسمت هم بچه دانلودتون میاد نکنیم 183 مگابایته براتون میاد حالا من اینجا رو ببندم به بچه پس اینجا برای ما قسمت هوم بود حالا تا این دانلود بشه من یه توضیح بدم اینجا برای ما قسمت هومه و تمام متریال ها هر چیزی که هست اینجاست اینجا کالکشنه که برای ما قسمت بندی کرده و همه چی رو یه کتاب خونه درست کرده هم قفسه بندی شده کامل که اینجا دوباره میتونید استفاده بکنید ها و ببینید خیلی باحال اینا و یه مت متا هیومن داره که اینو کامل قرار در مورد صحبت بکنم که اصلا بیت خیلی باحالیه و متا هیومنه که میتونی کاراکتر درست بکنید و همچین مدل های خیلی خفنی و در واقع بیارید داخل آنریل انجین حالا انیمیشنش کنید و ازش استفاده بکنید و مای متا هیومن متا که در واقع که خودتون ساختید و اینجا میاره که حالا به اینجا هم میرسیم فیوریتس هم بچا آبجکت ها و متریال ها و هر چیزی که داخل کویکسل بریچ هست هر چیزی که شما در شما دوست داشته باشید اینجا برای شما میذاره مثلا ببینید مثلا من از این پارکت خوش اومده یه قلب میذارم کنارش اینجا اضافه شد دیدید مثلا به عنوان مثال مثلا اینجا من از این متریال خوش آمده یا از این اینجا یه قلب کنارش هستیم میبینید اینجا بزنید اینو میریم اینجا میبینید که اینجا اضافه شد برای شما میاره لوکال هم بچه ها قسمتیه که چیزایی که شما دانلود کردید و میاره یعنی من این دانلود کردم دارم اینو این داخل درایو دی سیوه لازم نیست برای پروژه بعدی دوباره اینو من دانلودش بکنم فقط این قسمت فلش رو میزنم و وارد پروژم میشه و خیلی راحت میتونید استفاده بکنید این لوکال خیلی چیز باحالیه معمولا خیلی جا نداره اینو و اینم حالا بازم اینجا کاتگوری بندی میشه مثلا چیزایی که تریدی ان مثل این این آووکادو فکر میکنم بله که تریدی مثلا میاد داخل کاراتون ببین الان مثلا اینو من بزنم خب این فلش رو بزنم میام داخل پروژم ببینید اینجا برای من اتوماتیک برای من میاد این آووکادو رو مثلا برمیدارم مثلا میام اینجا اینجا میذارم اینجا این بچه حالا کیفیت خیلی کمشه ها برای من اومده یه اف میزنم نزدیکش بشه خیلی چیز بالیه یه سری اصلا خیلی بالی داره آدم مثلا کیف میکنه نگاه میکنه ببینید خیلی جالبه دیگه زوم کنم روش با سی ببینید چه جزئیاتی داره حالا من اینو با کیفیت مدیوم فکر میکنم دانلود کردم ولی خب بازم کیفیت فوق خوبی داره حالا مثلا فکر این پور کنید اینجاها رو پر کنید اینجاها رو همه رو پر بکنید خیلی چیز باحالی میشه بریم اینجا مثلا این سورفیس حالا پارکت من میتونستم بذارم یا یعنی 67 باید دانلود بشه مثلا این بچه ها <تصح> همین چیزی که اینجا داریم برای حالا کاغذ دیواری حالا هر چیزی که هستش برای شما اینجا میاد بزن مثلا کاغذ دیواری من وارد بکنم ببینید الان کاغذ دیواری من, من وارد شد بچه بچا چجوری وارد میشه ببین اینجا رو مثلا این اینو میخوام وارد بکنم اینجا رو اینجا رو دقت بکنید ببینید دی کامل اینجا برای ما اومد و این داخل آنریل ما سیو میشه و میمونه این خیلی باله و اینجا برای ما کامل همشو پوشه بندی میکنه میبینید دقیقا عین خود کتگوری خود بریج ناکنید کنید اسماشون نا هر کدوم یه اسم دارن اینجا دیگه داخل آنریل انجین برای ما اینجا اسم میاد